بسم الله نور خانم ها و آقای محترم، خوش آمدید به سینما ملت ویژه پوشش 42مین جشنواره فیلم فجر. ما در خانه جشنواره در محل مرکز همایش های برج میلاد هستیم و به پوشش این رویداد خواهیم پرداخت. سعی میکنیم در سینما ملت به مناسبات بین سینماگران و مردم، موضوع فیلم ها و آنچه که دغدغه مردم هست بپردازیم و به این سوال کلیدی پاسخ بدیم که نسبت فیلم ها با مردم چیه. امیدوارم تماشاگر برنامه سینما ملت امشب باشید. خوش آمدید. جشنواره امسال هم مثل سال قبل رسانه‌های مختلف و متعددی رو می‌بینیم و کسانی که حاضر میشن تا به بهترین شکل و امیدواری متفاوت‌ترین شکل جشنواره رو پوشش بدن و اطلاع رسانی بکنن، چرا که سینما هنری است که مخاطبان بسیاری داره. اما بریم سراغ بخش‌ها و حواشی جشنواره امسال از دیروز تا امروز که بالاخره 24 ساعتی رو حداقل جشنواره از سر گذروند. امید پویانفر و میثم فکری عزیز، سلام، مخلصیم، خیلی خوشم. خیلی مخلصیم. میثم فکری از دوستان خیلی خوبه. من معذرت میثم فکری داره بوستان مشترکمونم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم تهران و همچنین شما آقای رونقی و امید عزیز. منم سلام عرض می‌کنم به همه مخاطبای خوب سینما ملت. امیدوارم که اتفاقات و خبرهای خوبی رو بتونیم براشون داشته باشیم. انشالله. چه خبر؟ سلامتی اول. جشنواره خدا رو شکر تنورش خیلی داغ شده بچه‌ها. این سانس اکران یکی از شاید جنجالی ترین سانس های اکران بود. همه توی صف بودن که برن یه جایی برای خودشون پیدا کنن. یه نکته دیروز توی شاید کاخ جشنواره نگیم، بگیم خانه جشنواره. توی خانه جشنواره نموده زیادی پیدا میکرد. خب اهالی رسانه هم نسبت بهش واکنش نشون دادن. توی فضای مجازی بحثی بود که حالا به عنوان مثال یک خبرنگاری با فرزندشون اومده بود به توی خانه جشنواره، یه مشکلاتی پیش اومده بود. حالا بعضی وقتا یه ناهماهنگی‌هایی وجود داره که بله. فکر می‌کنم باعث اتفاقاتی میشه. درست میگم. یکی از دوستان رسانه‌ای دیروز مثل اینکه اومده بودن جشنواره، بعد با کودکشون اومده بودن، ممانعت شده بود از ورودشون. حالا این خودش بحث دیگه، این که اصلا تو سالن سینما که به هر حال جدی‌تر اینجا تو خانه رسانه که اصلا ورودش به چه نحوی باید باشه و اینا، سر شاید اختلاف نظر اینها هم باشه، ولی خب به هر حال بعد یه جوری خود شما چی فکر می‌کنید در مورد نمی‌دونم. خب نخودن یه نفر با بچه‌ش ببینید اینجا تو سالن، شما دخترم خیلی اصرار می‌کنه که بیاد و من به دلایل مختلف خواهشونه 10 سالشه و من به دلایل مختلف میگم حالا فکر می‌کنم سن ایشون حتما کمتر بوده، ولی نکته اینه که حالا تو سالن سینما شاید مزاحمت برای دیگران داشته باشه. به هر حال اینجا سالن رسانه است، رسانه‌ها خیلی جدی‌تر، دقیق‌تر، منتقدا خیلی جدی‌تر فیلم‌ها رو دنبال می‌کنن. شاید از این نظر یه مقدار باعث بشه که خب اونها دوچاره، شاید می‌دونید چرا اینطوری شده بود، به خاطر اون برفی که دیروز می‌بارید دم در منتظر بودن. شاید می‌شد یه خورده مدیریتش کرد. به هر حال چیزی که راجع به خانه جشنواره می‌دونیم که یک فضای کاملاً حرفه‌ای اینجا و هر چیزی که بخواد اون رو بهش یه فاصله بندازه با فضای حرفه‌ای که رسانه‌های مختلف حضور دارن، خود هنرمندان، صاحبان آثار میان اینجا کارا رو می‌بینن، هر چیزی که مختل بکنه ولو حضور کودکان که البته که از کودکان انشاءالله در فرصت دیگری پذیرایی خواهد شد. جشنواره کودک. جشنواره کودک. خبر بعدی شد. دیروز روز اول اکران‌های مردمی بود تو سینماهای مردمی. فیلم‌ها برای عموم علاقمندان و مخاطبان اکران شد. یه نکته بود، یه فیلم آقای جعفری جوزانی بهشت تبهکاران که پارسال اومده بود تو جشنواره و گفتن نمیرسه و فیلم میره برای سال آینده، که امسال
راه پیدا کرد به بخش سودای سیمرغ. این فیلم برای مردم دیروز اکران شده، مثل اینکه رو پرده سبز بوده و فیلم نسخه نهایی نبوده و بعد یک سال این هنوز بعد کامل یک سال و با تایتل بازبینی مثل اینکه خب من اکران اگر شده. من اگر که مثلا بخوام خودم رو در جایگاه مردم قرار بدم خب این سینما مال مردمه، ما سینما ملت هستیم دیگه. من اگر شاید بخوام خودم رو در جایگاه مردم قرار بدم، میگم خب من 60,000 تومان پول بلیت دادم، بعد فیلمی که سال گذشته قرار بوده بیاد به جشنواره و لحظه آخر آماده نشده، از اون طرف یک سال وقت بوده که تمام کارهایی که باید به قول معروف پست پروداکشن یا پس تولیدش انجام می‌شده باید نهایی می‌شده. اینکه من برم توی سینما بلیت خریدم برم سینما جشنواره فجر، فجر انقلاب رو بشینم ببینم و بعد اون زیر پرده اکران نوشته باشن بازبینی بنیاد سینمایی فارابی و بعد توی یکی از صحنه‌ها پشت بازیگرا به جای اینکه مثلا حیات نشون داده بشه قرار بوده روی پرده سبز حیات بیاد مثلا پرده سبز ببینم، یه خورده تو ذوقم میخوره دیگه. یه خورده نه دیگه، خیلی آره. خیلی من میگم سینما مال مردمه. اینجا باشه که استیفای حقوق مخاطب ها رو اینجا انجام، چون برای اینا هزینه کردن بلیت خریدن رفتن سالن سینما که فیلم نسخه نهایی و کامل ببینن. میشد یه تمهیدی ایجاد کرد که این فیلم مثلا از روز دوم بیاد یا از روز سوم بیاد. همیشه این تمهیده بود، یعنی همیشه هر وقت فیلمسازا می‌خواستن که کاری که نرسیده ممکن بود از نیمه های جشنواره بیاد و برسه، سانساشو عوض می‌کردن، اعلام می‌شد، اطلاع رسانی می‌شد. حالا ماجرا اینه که این فیلم مال پارساله، قرار بوده پارسال برسه به جشنواره. حالا ممکن نسخه نهاییش کامل نرسیده باشه به هر دلیلی، ولی آره اگر بازم نسخه نهایی وجود نداره دیگه خودش محل سواله. درسته، ولی یادم فیلم آقای افخمی در یک سالهای جشنواره فرزند صبحشون ناقص آمد رسید به جشنواره. بله. اگه خاطرتون باشه تا حتی جاهایی که فیلم روتوش نداشت قابش درست نبود و اینا، البته خب در بخش مسابقه هم نبود. سال 98 من یادمه فیلم خورشید آقای مجیدی سانسش رفت عقب، همینطور رفت عقب تا روز 21 21 پخش کردن. از اون سینمای مردمی هم به نوعی حذف شد، سیمرغ برون مردمی هم دیگه حذف شد از بخشش، یعنی این کارها رو میشه. بله بله. بریم سراغ یک خبر دیگه. من میخوام از یک اتفاقی که دیشب توی فضای مجازی خیلی منتشر شد، به قول مجازی بازها وایرال شد، خیلی پربسامد شد. آره پربسامد شد، ماجرای همین فیلمی که الان بچهای رسانه دارن توی سالن میبینن، فیلم بی بدن و اون کلیپ و ویدیویی که منتشر شد توی رسانه ها. یکی از بازیگران این فیلم بذار توضیح بدیم چه فضای مجازی. آره خانم شاکر دوست آقا یه اشاره بهش کردیم، شما گفتید میخواید اسم از فیلم آورده بشه یا نه، به نظرم دیگه اینقدر حاشیه‌اش داره دنباله دار و ادامه دار میشه، یه توضیحی بدیم برای مخاطبامون. فیلم بی بدن، فیلم بی بدن که اعتراض عوامل به اینه که چرا فیلم ما فقط تو بخش نگاه نو پذیرفته شده، ما میتونستیم تو بخش سودای سیمرغ باشیم. دلیلش هم اینه که تو بخش نگاه نو فقط فیلم‌ها سیمرغ بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو می‌گیرن، یعنی عوامل بازیگرها اینها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرن. اعتراض فیلم به این بوده و هنوز همچنان ادامه داره، یعنی ویدیویی هم که دیروز منتشر شد از خانم ناز شاکر دوست در فضای مجازی اعتراضشون به همین بود. ولی من یه نکته دیگه دارم میخوام بگم که ویدیویی که دیروز اومد بیرون از اعتراض ایشون بیشتر از اینکه اعتراضی باشه به نظرم تبلیغاتی بود، یعنی فضای ویدیو اینها یه جورایی احساس میشد که خیلی فضاش فضای تبلیغاتیه و بیشتر به جای اینکه اعتراض مدنی خیلی با چارچوب باشه یه فضای تبلیغاتی ایجاد کرده بودن برای فیلمشون و ایرادی هم نداره، دوستان دیده بشن دیگه، ما هم عادت کردیم، شده جشنواره میزانسن ها قبل از اینکه ورود کنن به فضا کاملا میزانسن میچینن برای خودشون که چجوری وارد شن. الان من تو سالن بودم اتفاقا برای برنامه اومدم بیرون، نکته اینه که خب اگر واقعا اعتراضی وجود داره همه فیلم ها نشست خبری دارن، تمام فیلم هایی هم که تو بخش نگاه نو هستن نشست خبری دارن، میتونستن بیان تو جشنواره تو نشست خبری اعتراضشون رو کاملا بیان بکنن، کما که ما الان نظر مخاطبامون هم داریم دیگه، یعنی نظر بچهای رسانه رو داریم که در مورد فیلم‌های دیروز نظر دادن. فکر کنم امید بعد بذاریم ببینیم مردم چه فیلمو می‌بینن راجبش چی میگن. مثلا یکی از فیلم‌هایی که امروز خیلی خوب بود فیلم تمساح خونی بود، فیلم‌های عزتی خیلی واکنش رسانه داشت. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ اون موضوع، من فقط این نکته رو اشاره بکنم، چون مراسم فوتوکال یا همون مراسمی که میان برای عکاسی قبل از فیلم عوامل عکس می‌گیرند و عکاسان حاضر میشن اونجا، برگزار نشد به خواست خود عوامل فیلم و به دلیل همین حواشی که رخ داده بود.
طبعا اعتراض حق هر کسی هست، هیچ بله. کسی منکر و نافی این نیست، ولی فکر نمی کنم که مثلا اینجا این فرصت فراهم نبوده و به نظرم خانم شاکردوست هم توی بازی قرار گرفتن که صداش چند هفته از قبل از جشنواره داره بلند شده به گوش میرسه و حالا یه نمودش هم این شکلی، شاید خودشون هم خیلی اطلاع نداشته باشن. فقط نکته من کوتاه بگم، این دوستان رسانه خیلی به این اشاره میکردن، ما فضای سینمون خیلی داره میره به سمت تبلیغات و حاشیه سازی، یعنی کیفیت داره جای خودش رو میده به حاشیه سازی ها و این فضاهایی که الان داره به وجود میاد سر فیلم ها. من به نظرم هر فیلم خوبی با بازخورد هایی که تو همین سینمای رسانه میگیره میتونه خودش رو اثبات بکنه، یعنی خیلی نیازی نیستش به این که ما بخوایم فضا رو خیلی زردش کنیم یا بخوایم به سمت این اتفاقات بریم. یه نکته دیگه هم، حالا ما انشالله دوستان نظرات اهالی رسانه رو برامون میندازن، ما اینجا میدیم در مورد فیلم های روز قبل، ما قراره که هر روز نظر بچه های رسانه رو داشته باشیم. خب نکته این بود که روز اول جشنواره خیلی فیلم ها برای اهالی رسانه جذاب نبوده، حالا اگه دوستان بندازن میتونیم کامل ببینیم که چه نمره هایی دادن. ما دیروز 4 فیلم رو داشتیم، یعنی فیلم شکار حلزون که با احمد جابجا شد، فیلم 2 روز دیرتر بود، چه کم ستاره بوده، خیلی دیشب اصلا هوا ابری بوده مثل اینکه ستاره تو آسمون نبوده، برفی بوده بیشتر بله، و امتیازات خیلی کمی گرفتن فیلم ما، آخرین شانسمون خیلی بدون ستاره بود، خیلی بدون ستاره مونده، ابری بوده به خاطر برف. فیلم ظاهر بود که آخرین شانس بود، دوستان فکر می‌کنن میانگینی که این فیلم تونسته بگیره 1 ستاره بوده. فیلم شکار حلزون میانگین نمره‌ای که داشته فکر میکنم 1.5 ستاره بوده، دو روز دیرتر هم فکر میکنم که 1 ستاره اگر اشتباه نکنم به عنوان میانگین. یه فیلم دیگه هم داشتیم، ما 4 سانس داشتیم، دروغ‌های زیبا که سانس اول بود، اون فیلم هم داشتیم که دوستان مثل اینکه حالا دیر رسیده بودن و شروع جشنواره بود و البته دیروز صحبت کردیم، همون فیلمی که با مشارکت ساخته شده بود. هرچی داریم میریم جلوتر فیلم ها داره به نظر من جذاب تر میشه. امروز ما صدای تشویق رو شنیدیم از سالن رسانه ها و این خیلی جذابه، اینکه مردم برای یک فیلم، حالا بچهای خبرنگار برای یک فیلمی دست بزنن، بچهای خبرنگاری که خیلی دست خیلی بد و خیلی سخت تشویق میکنن. به نظرم ما این که از اولین کار آقای عزتی صدای تشویق شنیدیم به نظرم جذاب. خیلی عالی. نکته مونده چون فرصتی نداریم. من فقط فیلم های امروز رو بگم که انشاءالله فردا نقد و بررسیشو خواهیم داشت. تو تمساح خونی بود سانس اول فیلم های عزتی، تابستان همان سال بود سانس دوم، فیلم پرهاشیه بی بدن که الان داره اکران میشه و پرواز 175 هم به عنوان آخرین فیلم امروز خواهد بود. بسیار ممنون، متشکرم، خیلی سپاسگزارم. باید پیدا بکنیم ببینیم که مناسباتی که مردم با این سینما دارن با این فیلم ها دارن چیه. بریم فیلمی که امروز حداقل در سالن رسانه ها به نمایش در آمد و با اقبال تماشاگران یه ذره بگیم تخصصی تر در این سالن دیده شد رو بریم نظرات اهالی رسانه رو ببینیم و بشنویم و برمیگردیم با یکی از عوامل این فیلم صحبت خواهیم کرد. سلام، خیلی ممنون از حضورت. فیلم تمساح خونی نظر چیه؟ فیلم اول عزتی به نظرم میشه امیدوار بود. من فکر کنم جشنواره از امروز شروع شد با فیلم تمساح خونی جواد عزتی. فیلم خیلی خوبی نیست، فیلم معمولیه و من خودم شخصا به خاطر تصویری و کستی که داشت، یعنی بازیگری که داشت، بازیگری که داره داشت مثل الناز حبیبی، غفار منج و عباد ساجی همچنین، یک فضایی از دردسرای عظیم از حیث موقعیت، نه صرفا شبیه به اونه. یه کامبک خوبی داشت توی ژانر کمدی و کلن فضا توی سالن خیلی خوب بود، حال اچه های منتقد و اهالی رسانه کامل با فیلم خوب بود و فیلمو دوست داشتن، خصوصا تیتراژ پایانیش که فکر کنم برای سال بعد قطعا میتونه سیمرغ بلورین رو ببره. این فیلم خیلی تکنیکیه، واقعا اینا بگم خیلی تکنیکیه و بیش از فراتر از قصه میره، اما فیلم فیلم معمولیه، خوبیست، میشه موقعتش خندید، اسیر ابتذال نمیشه و خوبه که تو جشنواره
اکران شده هست، حضور داره، به خاطر اینکه ما میتونیم از همین لابلا یک تصویر خوبی از آینده سینما داشته باشیم که به نقد بیاریمش. از بین فیلم‌های دیگه ای که تو جشنواره هست مشتاقی کدومو ببینی؟ من آغوش باز بهروز شعیبی و کار آقای خواجه پاشا و مجنون. فکر میکنم که بهترین فیلم غیر کمدی جشنواره فیلم اجتماعی جشنواره فیلم بی بدن باشه. فیلم کمدی هم حالا ما فیلم آقای سروش صحت رو ندیدیم، ولی اون فیلم هم تو ژانر کمدی قطعا میتونه حرفایی برای گفتن داشته باشه. بقیه فیلم ها هم مجنون فیلم خوبیه، احمد فیلم خوبیه، پرویز خان فیلم خوبیه و فکر میکنم که رقابت بین همین چند تا فیلم باشه. وقت شما بخیر خانم ها و آقایان محترم، ما رو از خانه 42مین جشنواره فیلم فجر تماشا میکنید. درباره فیلم تمساح خونی، فیلمی که بالاخره دیروز ظاهرا خیلی فیلم ها به مذاق اهالی محترم رسانه خوش نیامده بود و امروز با تمساح خونی فکر کنم شروع خوبی داشتن. آقای پدرام افشار نویسنده فیلمنامه تمساح خونی اینجا کنار ما هستن. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه سینما ملت. خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتون هستم. سلامت باشین. جواد عزتی رو چند وقت می‌شناسین؟ جواد عزتی رو از تقریبا یعنی ارتباط نزدیکی که گرفتی منظور تو دیگه دور بودی؟ من حدشو من معلوم نمیدونم. از بچگی میشناسمش. عرض به خدمتتون که از تیر ماه امسال در واقع ارتباط نزدیک همکاری قبلا نداشتیم. نداشتیم. طرحی رو آقای دادرس داشت و خود جواد عزتی هم به عنوان مشاور فیلمنامه به نوعی در واقع در مرحله اول من طرحی رو از آقای دادرس به من دادن که خب اون طرح یک مقدار برای اینکه نزدیک شیم به ذهن عوامل سازنده نیاز به بازنویسی داشت. خب من یه بازنویسی کردم که خدا رو شکر مورد پسند آقای عزتی قرار گرفت و عوامل سازنده و عرض به خدمت شما که به هر حال ما پروسه نگارش رو شروع کردیم و در زمان پروسه نگارش خب طبعا کارگردان ها وظیفه کنترل نگارش رو معمولا انجام میدن، بله کنترل نگارش رو دارن و ولی خب واقعیت اینه که کاری که برای عزتی روی فیلم نامه داشت به نظرم فراتر از اینا بود که یه روز من بهش گفتم اسم شما باید بخوره به عنوان مشاور فیلم نامه، ولی خب خودش نمیخواست و خب پروسه خیلی جذابی بود برای من. پروسه نگارش تمساح خونی خیلی پروسه جذابی بود از این منظر که ما همون ابتدای امر به یک همسویی و به یک نگاه مشترک رسیدیم و فهمیدیم که چی میخواییم و من چی میخواستید حالا؟ واقعا میخواستیم که علاوه بر این که عامه پسند بودن متفاوت باشیم، یک پیشنهاد جدیدی به مارکت باشیم. ببین این که میخواید برای به نوعی بازار سینما یه محصول جدید ارائه بکنی یه بحثه، اما اینکه کار چه نسبتی با مخاطب داره؟ الان میگیم که توی سالن اهالی رسانه باش ارتباط برقرار کردن، گمان همین هستش که در سالن‌های مردمی هم همچین اتفاقی خواهد افتاد. چه اتفاقی در فیلم رخ داده یا اصلا ایده بوده که رخ بده تا اینجوری بتونه ارتباط برقرار بکنه؟ من میگم یه وقتی هست یه بخش از این وزن میفته روی جواد عزتی به عنوان شخصیتی که محبوبه هم در نقش‌های جدیش هم در نقش کمدیش. حالا در اولین تجربه همین آدمه خیلی مهمتر میشه و میتونه ولی تماشاگر خوشش نیاد، تماشاگر سخت پسندی که در این سالن حاضر میشه. نسبت این فیلم با مردم چیه؟ ببینید ما با در واقع تماشاگر امروز غالبا تماشاگری نیستش که اونقدری به شما زمان بده و وقتی که قصه شروع میشه طبعا انتظار داره که
تو همون یک سوم ابتدایی شما بالاخره گلتو بزنی و به هر حال اون فرمی که توی این فیلمنامه حاکم بود و جنسی هم که داشت یه جنسی بود که ما در این اینکه میدونستیم که این جنس متفاوته ولی حس میکردیم که کار کنه، یعنی من خودم حداقل خیلی مطمئن بودم چون به هر حال آیه عزتی به فوق‌العاده کمدی رو میشناسه و همینطور بازیگره بی خود آقای پارتنرشون آقای جمشیدی به هر حال اینا اضافه میکنن به کار، یعنی ببین وقتی یه کاری تو این دسته بندی میره جلوی دوربین شما خیالت راحته که به هر حال بخشیش هم اینا ایده هم میاره. من عباس جمشیدی بله بله یه سبقه رفاقت دیرینه با هم دیگه داریم، چقدر اضافه کرده خود عباس یا خود یعنی تو صحنه‌هایی که می‌بینیم؟ ما هم می‌خوایم لو هم ندیم دیگه، یه کاری می‌خوایم بکنیم که تا جایی که می‌تونیم لو هم ندیم که ببین. خب طبعاً سر صحنه تو سکانس ها موقع دورخانی این اتفاقیه که معمولاً بین بازیگرا رخ میده. بودی شما اونجاها هم یا نه؟ بله من خیلی از شبای کار اونجا بودم و خیلی با هم گپ می‌زدیم که مثلا اینو اینجوریش کنیم اینو اونجوریش کنیم، ایده می‌دادم و من خودم اعتقاد دارم که فیلم نامه نویس در این اینکه باید استقلال خودش رو حفظ کنه باید به کارگردان نزدیک شه، به نگاه کارگردان، به نگاه عوامل، چون هدف یه چیزه واقعا و هدف اینه که به هر حال کار یه کار با ارزشی بشه و به هر حال تماشاگر پسند بشه و عرض به خدمت شما که. ولی خب راجع به مسائل بیسیک فیلمنامه واقعا ذهنیتمون روی این بود که ما کاملا ژانر باشیم، یعنی به معنای واقعی ژانر باشیم، حتی شوخیامون، حتی نوع شوخیامون، جنس یعنی شوخیامون. می‌خواستم به مفهوم کامل وقتی میگیم ژانر فیلم کمدیه، بله واقعا یه کمدی خالص باشید. ببین کمدی مغزدار، ببین کمدی، ببین ما خب این تلفیقی تمساح خونی از کمدی و اکشن توی کمدیش ما یه در واقع توی یه زیر ژانرهای در واقع یه رگه هایی از زیر ژانرهای بلک کمدی ما داریم، کمدی بزن و بکوب داریم. بلک منظورتون کمدی سیاه تلخ، طنز تلخ؟ بله بله بله، یه جاهایی از فیلم این بو احساس میشه، به علاوه کمدی بزن و بکوب که در واقع یک نوعی به مضحکه گرفتن خشونت و عرض به خدمت شما که حتی کمدی رمانتیک، یعنی یکی از پیرنگ‌های قصه کاملا عناصر کمدی رمانتیکو داره. سعی کردیم واقعا طوری باشه که هم شاخه گلامون قشنگ باشه هم دست گلمون به قول من. ولی گمانم این هستش که فیلم خیلی بر کمدی موقعیت هم سواره، در حالی که همه اینها رو داریم کمدی موقعیت هم خیلی تعیین کننده است. اون کمدی موقعیت کلاسیکی تعریفی که ازش داریم حالا به اون شکل نه، ولی بله به هر حال طبعا توی هر فیلم کمدی کمدی موقعیت هم یکی از چیزایی که من همیشه در مورد جواد عزتی فکر می‌کردم، حالا منهای یه سبقه گذشته که ازش میدونم شخصا و سبک زندگی که میدونم یه دوری اصلا میدونم با وسایل هم نقل عمومی میرفت شخصیت‌ها رو آنالیز می‌کرد، فکر کنم توی یکی از مصاحبه‌هاش شنیدم این رو ازش. خود شما چقدر فکر می‌کنید که این سبک از زیست، یعنی اینکه آدم زیستش رو یه مقدار تغییر بده برای اینکه آدم‌های مختلف ببینه، همه جور آدمی رو ببینه و بعدش بتونه اینها رو بیاره، مخصوصا توی فیلمنامه کمدی فکر می‌کنم خیلی کمک می‌کنه. چقدر خود شما این کارو کردید یا همچین تلاشی داشتید؟ یعنی در مورد جهان بینی و نوع زیست، در واقع زیست روزانه خودتون اما مردم انگار سهم بیشتری توش دارن، از تردد شما، از معاشرتاتون و از خیلی از اتفاقاتی که می افتاد. عرض به خدمت شما که من خودم خب کلا ژانر مورد علاقه‌ام که مثلا کمدیه و این توی زندگی شخصیم هم تا حدی بالاخره در چه حدی نوع معاشرت هم و نوع یعنی به قول معروف اهل آدم بگو بخندی هم
و هم قصه زندگی تو کمدی بوده. نه خب بالا هممون با قصه های زندگیمون در واقع تراژی کمدیه. درست. همه تو زندگیشون یه چنین پارامترهایی دارن. ولی خب راجع به آقای عزتی که باید بگم که واقعا خیلی ویژگی های خاص اخلاقی، ویژگی های بسیار اخلاقی مثبتی داره، بسیار مثبت. و من یادمه که ما یه شبی سر صحنه چقدر فشار روش بود، چقدر اصلا ساعت حدود مثلا گرگومیش صبح بود، خسته بعد یه سکانس سخت، یه پمپ بنزینی کار میکردیم انتهای اتوبان همت، با اینکه خیلی اون لحظه من میدونستم چقدر فشار روش بود، واقعا مردم وقتی میومدن و سلام علیکی میکردن طوری اصلا با اینا گرم میگه اصلا انتقال نمیداد که ذره ای اونا مثلا حس کنن که. و خیلی از ویژگی های خیلی من ازش درس واقعا معرفت آموختم. درود بر شما. شانس سیمرغ برخودتون میبینید؟ خیلی خلاصه کوتاه، بله یا خیر؟ امید به خدا، ولی نکته اینه که بله. خیلی بود. من جواب من آره. امیدوارم. سلامت باشید. ممنون و متشکرم از شما. خدافظی می‌کنیم. راجع به جشنواره فجر یک گزارش مردمی داریم. با هم دیگه تماشا می‌کنیم و بعدش میریم سراغ میز بعدی. سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. خیلی ممنون از اینکه وقت تو در اختیار ما گذاشتی. جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، این اسم تو رو یاد چی میندازه؟ حالا جشنواره، حالا چه جشنواره فیلم باشه چه جشنواره تئاتر باشه، بیشتر خود منو میبره وارد اون فاز رقابت و جایزه میکنه. توی یک سال گذشته خب فیلم من زیاد دیدم، چه تو سینما چه جایی دیگه، ولی فیلم هتل من خودم به شخصی کمدی خیلی کم میبینم، ولی خب فیلم هتل تقریبا فکر میکنم تو این چند ساله یکی از جذابترین کمدیای سینمای ایران بوده. اگه قرار بود که من یکی از فیلمای تاریخ سینما ایران کارگردانی کنم قطعا سراغ فیلم گاو میرفتم، آقای مرحوم مهجویی. اسامی فیلم‌ها رو بهت نشون میدیم، ببین که کدوم فیلم در نگاه اول جذبت میکنه که اگه قرار باشه ببینی انتخابت کدوم باشه. حالا بر اساس اسم فیلم یا اسم کارگردان ببین انتخابتون. فکر میکنم فیلم آقای سروش صحت، چون که من کارهای قبلیشون رو دیدم، فیلم جهان با من به رقصش رو خب من خیلی دوست داشتم و آقای صحت آشنایی کمی که من با فیلم و آثارشون دارم، فکر میکنم که فیلم جالبی باشه. انتخاب پس صبحانه با زرافه هاست. بله بله، فیلم صبحانه با زرافه آقای سروش صحت. پس برای دیدن فیلم بیشتر برات مهمه که چه کسی کارگردانه؟ درسته؟ احتمالا بله. شبتون بخیر. از دیروز تا حالا 4 فیلم در این سالن به نمایش در آمده که میخواییم به تفصیل راجع به هر کدام صحبت بکنیم و راجع مناسباتشون بیشتر بدونیم. خیلی وارد نقد و تحلیل های عمیق و خیلی تخصصی نمیشیم، هرچند که افراد متخصص و متبحری در این زمینه در میز گفتگومون حاضر هستن. آقای دکتر رامتین شهبازی سلام، شب شما بخیر. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده. احسان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. آقای احسان طهماسبی خیلی خوش آمدید. مخلصیم، قربون شما. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم، امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و همینطور تو روزهای آینده فیلمای خوبی رو شاهد باشیم ان شاء الله. مخلص. از فیلم ظاهر شروع بکنیم. بله. ظاهر و باطنش همونی بودی که شما دیدید دیگه، حالا نسبت این فیلم رو شما با مردم
توضیح بدید. عرضم به خدمت شما که خب ظاهر به کارگردانی آقای حسین عامری فیلمی بود مسئول کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. فیلم های کانون در حقیقت همیشه یک شکل و شمایل مشخصی داره. در حقیقت میشه گفت که یه میگیم فیلم های کانونی، در حقیقت فیلم از در ابتدای انقلاب تا الان فیلم هایی هم بوده که خیلی هم افتخار آفریده، ولی ظاهر به اون شکلی که باید و شاید توی ساختار خودش موفق عمل نمیکنه. داستان جذابه. ببینید فیلم خیلی در واقع میشه گفت که استیلیزه شده است، روابط خیلی روابط مشخص و در واقع کلیشه‌ایه. عرضم به خدمت شما فیلم تصاویر قشنگی داره، یعنی در واقع کادربندی ها و اینا سعی کرده که فیلمساز زیبایی شناسی رو رعایت بکنه و جلو بیاد، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا ما تا نیمه داستان به جز یک جای خیلی کوتاه نمی‌فهمیم مثلا این داستان داره در دوره دفاع مقدس می‌گذره. وقتی که صحبت این میشه که سربازان مثلا ما اعزام بشیم به جنگ، مثلا من فکر کردم مثلا در واقع نبرد در مثلا کشور سوریه مثلا علیه داعش و اینا باشه. یعنی روایت آره زمانی نداره، در کدام زمان داره بیشتر متمرکز رو رابطه این سرباز که به نام ظاهر با آدم‌های بومی در واقع مکان، و اون هم خیلی قاب بندی شده، خیلی انتخاب شده، و از یک جایی به بعد دیگه در حقیقت میشه گفت که داستان رو شاید حتی ریتمش رو با در واقع کندی ریتم مواجهیم. فیلم در واقع داستان شبیه یک تکنان آقای کمال تبریزی هست، یک انسانی که در واقع حالات معنوی و روحانی داره ولی ما ازش خبر نداریم، و این در ارتباط و کمکایی که به اطرافیانش میکنه. فیلم میتونست یه مقدار قصه پرجونتری داشته باشه در حقیقت توی روابط بین شخصیت ها، گره افکنی های در واقع مشخص تری داشته باشه، ولی خب این اتفاق متاسفانه نمیفته. یعنی امسال اگر ما بخش یه سالایی داشتیم بخش سینمای معناگرا، اگه امسال داشتیم یه شانسایی میتونست داشته باشه. بله البته خب البته من با این واژه مشکل دارم در حقیقت، ولی حالا من خودم هم مسئله دارم چون کدام معنا. ولی شما چطور، شما چگونه دیدید؟ به هر حال همون طور که آقای دکتر فرمودن دوره طلایی رو در واقع سینمای کانون یا فیلم های کانونی گذروندن. اواخر در واقع دهه 40 و اوایل دهه 50 فیلم های در واقع شروع کار سینمای کانون بود، و خب خیلی ها مثل آقایان در واقع کیارستمی، تقوایی، مسخالی، زرینکک و نادری و خیلی کسای دیگه کارهای خیلی بی‌نظیری کردن، و به قول دکتر خیلی این قالب و این فرم جا افتاده به عنوان فیلم های اینچنینی. ظاهر خب یک مشکل مهمی که داره اینه که میخواد اون قالبی که قرار هست در واقع اون داستانی که قرار هست بیان کنه رو میخواد در اون قالب بگنجونه و خودش رو در واقع دسته و کاتگوری این فیلم های اینچنینی قرار بده. به هر حال این خیلی با این فرم داستانی این شکلی شدنی نیست. اینکه ما صرفاً بیایم ریتم و فرم رو نزدیک بکنیم به جریان سینما هنری و الزاما بخوام یک داستانی رو که به واسطه تمایلات یک گروه سینمایی یا در واقع بنیاد دولتی ساخته میشه رو سعی کنیم که الساق کنیم به اون، خیلی شدنی نیست. حالا مشکلی که تو فیلم های دیگه هم وجود داره، حالا فیلم قبل از این که احتمالاً در موردش امشب صحبت خواهیم کرد، فیلم دو روز دیرتر و فیلم های مشابه، این موضوع به نظر من توی ظاهر هم اتفاق میفته. یعنی خروجی خاصی نمیشه، به هر حال یه مقدار دوچاره طبیعتاً از حضور در واقع استفاده از قاب های زیبا و همینطور تصاویری که توی محیط طبیعت در واقع گرفته میشه به هر حال حال خوب کن است و تماشایی، ولی نهایتاً خروجی خاصی و توفیقی برای فیلم ایجاد نمیکنه. چنین موضوعی کانون پرورش فکری خیلی در طول این سالها فیلم های شاخص ساخته، حالا نه این زمان همه فیلمشون شاخص بوده باشه، ولی فیلمسازان شناسی رو و صاحب اعتبار رو در نهایت به سینمای ایران و جهان معرفی کرده. از این حیث این فیلم در چه جایگاهی قرار میگیره؟ ببینید خوب نیست متاسفانه. ما نمونه های خیلی خیلی بهتری رو دیدیم در حقیقت در سال های گذشته، و خب این فیلم نمیتونه، چون حتی درست راجع به قاب بندی های زیبا و اینا هم صحبت کردیم، ولی ابعاد داستان فیلم رو در حد یک تلفیلم نگه میداره. یه وقتایی هست که ما میگیم راجع به تلفیلم صحبت میکنیم، مثلا میگیم فلان فیلم سینمایی شبیه تلفیلمه، بعد منتهی بعد میگیم که خب این یعنی داریم توهین به تلفیلم میکنیم یا داریم میگیم خوبه بعد چیه. ببینید بعضی حق وقتا کارگردان فکر میکنه اگه قاب خوشگل ببنده به سینما نزدیک میشه. این یک بوده، ابعاد داستان شما و نحوه روایتتونه که نشون میده فیلمتون برای قاب تلویزیون طراحی شده، برای قاب سینما طراحی شده. یک بخشش میتونه اون تصویرسازی باشه. یک نکته ای رو جناب رونقی من عرض بکنم، ما در روز دوم یه مقدار تنوع در واقع فیلم داشتیم امروز. به نظر من
تجربه‌ای که امروز اتفاق افتاد و اتفاق تجربه بدی که دیروز اتفاق افتاد که ما با دو تا فیلم ضعیف شروع کردیم جشنواره رو، شاید دوستان دستندرکار جشنواره به این نکته باید دقت کنن که قرعه کشی کردن برای نمایش فیلم‌ها روش مناسبی نیست. به نظر من این باید با یک برنامه‌ریزی صورت بگیره. حالا ممکنه اون وقت بگن دوستان که داره داوری صورت می‌گیره، یعنی ما میگیم کدوم فیلم خوبه کدوم فیلم بده، ولی به هر حال خود هیئت انتخاب حتی میتونه پیشنهاد بده یک تیمی که اینها کارشون چیدن در واقع برنامه نمایش فیلمه. سالهای قبل داشتیم دیگه آقای امید فکر میکنم معمولا این کار رو به عهده میگرفت. اما این به نظر من تجربه که ما جشنواره رو قدرتمند شروع میکردیم. ببینید امروز مثلا حتی فیلم آقای عزتی، فیلم در واقع تمساح خونی، تونست ارتباط بیشتری با مخاطب خودش برقرار بکنه. و شما فکر کنید یه همچین فیلمی اگه شروع کننده جشنواره بود یا حتی فیلم آقای محمود کلاری چقدر میتونست برای خود جشنواره یک خونه چیز داشته باشه. ولی متاسفانه الان این اتفاق نیفتاد. حالا دو روز دیرتر رو احسان عزیز کامل من چون ساعت برنامه مصادف میشه با سانس سوم متاسفانه نمیتونم فیلم های سانس سوم رو ببینم، ولی بعد نیست که حالا فیلم آقای نعیمی رو احسان راجع بهش صحبت کنه. فیلم حال دو روز دیرتر آقای نعیمی خواهش کنم. ببین من قبلش یه مقدمه کوتاهی بگم. به هر حال من یه در واقع سرمقاله هم نوشتم برای جشنواره بولتن جشنواره در خصوص این بحث که آیا جشنواره اساساً ویترین سینما ایران که در مورد همیشه در مورد صحبت میشه هست یا نیست. به هر حال یه نکته ای رو ما باید لحاظ کنیم از لحاظ آماری. از ابتدای امسال حدوداً یه چیزی حدود 75% درآمد سینما و از گیشه و در واقع رونق گرفتن جشنواره، رونق گرفتن فیلم‌های سینمایی و سینما ایران از حدود 9 تا 10 تا فیلم کمدی بوده. یعنی بقیه فیلم‌ها حدود یه چیزی حدود 25% تمام فیلم‌های اکران شده دیگه حدود 25% سهم رو از گیشه داشتن. ما الان می‌بینیم تو دو روز اول دو تا فیلم کمدی هستش که یکی خب فیلم دو روز دیرتر هست و دیگری هم فیلم تمساح خونی. الان دیگه میشه با توجه به اتفاقاتی که تو یک سال گذشته در مورد سینما هم موضوعی که عرض کردم افتاده میشه گفت دیگه اون ما اون واژه جشنواره یا جشنواره پسند رو که در مورد سینما استفاده میکردیم دیگه خیلی نمیتونیم این جدا سازی رو به واسطه این انجام بدیم که جای فیلم های کمدی توی جشنواره هست یا نیست. البته آفتی که سینما گاهی در واقع که هیئت انتخاب ها به ویژه هیئت انتخاب فجر گریبان گیرش میشن این که دلشون میخواد تنوع ژانری ایجاد بکنن. خیلی خیلی خوبه چنین اتفاقی، باید ما تو سینمامون چنین موضوعی داشته باشیم، ولی طبیعتا نه به هر قیمتی. یعنی خب تو سالهای پیش هم ما چنین موضوعاتی دو سال گذشته مخصوصا نمونه های به اینور نمونه های بیشتری داشتیم که الزام وجود داشته. در خصوص فیلم کمدی هم این دو تا فیلمی که الان داشتیم دو روز دیرتر و تمساح خونی، خب قاعدتا تمساح خونی فیلم چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ گیشه فیلم جذاب تری برای مخاطب خواهد بود، نمیشه از حق گذشت. درسته که همچنان چفت و بسای فیلمنامه‌ای ایراداتی دارن، همچنان موضوعات غیر منطقی و الساخ شدن موضوعاتی از جنس در واقع فانتزی به کمدی که اساساً این فیلم‌ها توی اون کاتگوری دسته قرار نمی‌گیرن، ولی وقتی نمیتونن اون در واقع چارچوب‌های فیلمنامه‌ای رو حفظ بکنن سعی می‌کنن رجوع کنن به موضوعات این چنینی. در مورد فیلم تمساح خونی هم وجود داره، ولی خب دو روز زیرتر در مورد ظاهر هم اشاره کردم بهش. زمانی که ما اصرار داریم حتما موضوعی رو نزدیک بکنیم به فیلم و از طرفی دیگه میخوایم گیشه رو هم به دست بیاریم، میخوایم فروشی هم به واسطه اینکه فیلم های کمدی الان فروش قابل قبول و زیادی دارن رو این رو هم لحاظ کرده باشیم، خیلی کم میشه که این چیدمان درست انجام بشه. به هر حال آقای نعیمی تو فیلم های کمدی تو این سالها هم نویسنده و هم کارگردان فیلم های کمدی و اجتماعی بودن، ولی در مورد دو روز زیرتر عملا این اتفاق شکل نمیگیره. یعنی این چفت و بست روی کرده گفتمان ایدئولوژیک با جریان غالب سینمای ایران و جریان سینمای کمدی خیلی تو این فیلم، یعنی خیلی که اساسا شکل نگرفته و بنابراین مسلما نتیجه‌ای که میده اینه که در واقع مورد توجه هر دو بخش قرار نخواهد گرفت. یعنی ممکنه که گیشه نسبتا قابل قبولی برای بنیادهایی که سرمایه گذاری کردن به وجود بیاره، ولی اساسا نمیتونه مثل فیلم تمساح خونی یکی از در واقع امیدهای گیشه در سالهای آینده باشه. فیلم روایت فتح دیگه، درسته؟ بله. و با در راستای اون سیاست‌های فرزندآوری و اینها. بله. همچین فیلمی ساخته شده. حالا اینکه کمدی انتخاب کردم به نظر میاد انتخاب خیلی بیراهی نبوده، ولی حالا یه استنباطی من دارم، شما هر دو بزرگوار بفرمایید که چقدر با این گزاره موافق هستید یا خیر. سازمان سینمایی در یک سالی که
گذشته سال 1402 که سال سینمایش داره یواش یواش به پایان میرسه، سرمایه‌گذاری خوبی روی فیلم‌های کمدی و نمایششون و پوز دادن با آمار فروش اونها کرده. سال‌های قبل ما در جشنواره شاهد تعداد فیلم‌های کمتری بودیم، فیلم‌های کمدی کمتری بودیم. آیا این رو الان که در جشنواره امسال فیلم‌های بیشتری حاضر هستن، فیلم‌های کمدی بیشتری رو داریم، دو تاشو حالا تازه دیدیم، باقیش هست فردا شب فکر کنم صبحانه با زرافه ها رو داریم، احتمالاً اون هم فیلم کمدی خواهد بود کار آقای سروش صحت. فکر می‌کنید یه روی کرده، یه تعیین مسیر، یه ریل گذاریه برای سینما که به مخاطب بیشتر بخواد برسه، یا نه خیلی اتفاقی می‌بینید؟ ببینید، ببخشید سانجا، یه نکته‌ای که وجود داره راجع به تمساح خونی. ببینید جواد عزتی خب تو این سال‌ها به هر حال کار کمدی کرده و این فضا رو می‌شناسه. فیلم جواد عزتی یک، در واقع ما نمی‌تونیم بگیم کمدی خالصه، چون اصلا امروز ما در سینمای جهان هم چیزی به نام ژانر خالص نداریم. ما امروز در واقع با هایبریدها مواجهیم یا با چند رگه‌ها مواجهیم. این فیلم هم یه کمدی اکشن هستش که هم در حقیقت سعی میکنه از موقعیت‌های کمدی استفاده کنه و هم سعی میکنه از موقعیت‌های اکشن استفاده بکنه. یعنی صحنه‌های تعقیب و گریز ماشین‌ها به نظرم اجرای حرفه‌ای داره و در حقیقت خوب تونسته جواد عزتی کارگردانی بکنه و کمدی موقعیت داریم. ببینید خیلی از چیزهایی که جزء و حتی برای فرهنگ ما شاید خیلی جذاب نباشه و تو بعضی از کمدی‌ها ما می‌بینیم، جواد عزتی تو این فیلم در حقیقت ازش استفاده نکرده. یعنی ما شوخی‌های در واقع لفاظی‌هایی که میگم شاید خیلی باب نباشه برای فرهنگ ما، اینا از اینا استفاده نکرده. خیلی خیلی میشه با خانواده دید منظورتون؟ بله دقیقاً. آره عرضم به خدمت شما که به نظرم کمدی سالم است و سال بعد هم جزو احتمالاً فیلم‌های پرفروش گیشه خواهد بود. اما همونطور که گفت، اینکه آیا واقعاً جای این فیلم در جشنواره فیلم فجر هست یا نیست، باید روی بحث مطالعات فرهنگی کرد. چون ببین از یک سمتی هم ما وقتی میگیم سینمای ایران، یک سپهر داریم ترسیم می‌کنیم. سپهر سینمای ایران رو باید ببینیم. سپهر سینما ایران فیلم وحشت باید توش باشه، ژانر باید باشه، منتها باز ژانر نه به اون معنای ژانر خالص. بعضیا میگن ما الان ژانر خالص، الان در سینمای جهان ما ژانر خالص نداریم. اصلا ژانر خالص شاید امروز اصلا کارکرد نداشته باشه. مثلا چه میدونم این دهه های در واقع سینمای کلاسیک که در واقع شما وسترن داشتید و اینا میتونستن کار کنن، یا حتی مثلا ملودرام هایی که خالص بودن، الان ما اینو نداریم. عرضم به خدمت شما که به نظر من، یا مثلا حالا فیلم سروش صحت رو ندیدیم هنوز، حالا شاید، ولی مثلا سروش صحت داره یک زاویه دیدی در کمدی که توی مثلا سریال اخیرش هم بود، سریالی که برای تلویزیون سبک خودش رو داره. اون به نظرم نمیاد که تابع جریان روز باشه. حالا اونو پس فردا ان شاء الله به موقعش راجع به صحبت می‌کنیم. ولی تمساح خونی فارغ از مسائلی که توی فیلمنامه ممکنه داشته باشه، اینا تونسته در حقیقت مخاطب خودش رو راضی نگه داره، با مخاطب خودش ارتباط برقرار کنه. ما قرار نیست از تمساح خونی انتظار داشته باشیم که مثلا بشینه مباحث اندیشه‌ای خیلی مهمی رو مطرح. همینقدر که فیلم سرپاییست به نظر من کفایت میکنه و میتونه داشته باشه. فقط فیلم آقای کلاری جا نمونه. نه جا نمونه. میریم بخش روی گزارش مردمی با هم تماشا میکنیم و برمیگردیم میز گفتگو رو در دقایق پایانی ادامه خواهیم. وقت شما بخیر. بخشی از نشست خبری رابطه به اتفاق دیدیم. شما این نکته داشت رای تماس بکنم جامعه. ببینید در واقع پیرو فرمایشات دکتر، من یه موضوع رو میخوام بگم در خصوص همین ریل گذاری در واقع سیاست گذاری فرهنگی که ممکنه مدیران دولتی نسبت به این رونق گیشه از طریق کمدی داشته باشن. ببینید این خیلی اتفاقا موضوع خیلی مهم و اساسیه. اگر موضوع نزدیک به جریان اصلی رویکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم نباشه، اون کمدیه هم هر چقدر که
تلاش بشه که خنده‌های بیشتری از مخاطب بگیره مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. یعنی الان درست. حالا روزهای جلوتر که ببینیم فیلم‌ها رو، چون من فیلم‌ها رو چند تاشو زودتر دیدم، به جرئت میتونم بگم که الان مثلا کمدیایی داریم که سعی شده در واقع با همین موضوعاتی که عرض کردم، با موضوعاتی که در واقع تلاش شده ارگان‌های سازنده فیلم، ارگان‌های دولتی به سمتش بیان، فیلم‌ها فیلم‌های کمدیایی نیستن که بتونن موفقیتی تو گیشه داشته باشن. فیلم‌هایی ان که در واقع تا یه حدی از مد افتادن، مربوط به دهه 60 و 70 ان، خیلی مطابق با جریان اصلی و رویکرد اجتماعی سیاسی مردم امروز در شرایط فعلی نیستن. برابری اینکه الزاماً اگر ما چاشنی کمدی رو سعی بکنیم به فیلم هامون اضافه بکنیم به واسطه اینکه بدونیم این فیلم ها به واسطه طنز بودن بیشتر مورد توجه مخاطب قرار میگیره، اشتباهه. و نکته دوم خیلی کوتاه که به هر حال من میخوام حتما اینجا اشاره بکنم، به خاطر اینکه مجموع این 5 6 تا فیلمی که تو الان دیدیم، مسئله انتخاب بازیگره و موضوع این شکلی. ببین، ما اندوخته زیادی از بازیگرا توی تئاتر و سینمای کوتاه ایران داریم. متاسفانه اینقدر تاکید و اصرار در انتخاب بازیگرهای قبلی و به شکل در واقع خیلی قلف شده در مورد سینما اتفاقی، ما تو این دو روز فیلم‌هایی رو شاهد هستیم که اساساً بازیگر، مثلا فرض کن یک خانومه که تو به خاطر مشکلات مالی داره تن به کاری میده که اصلاً مشخصه که از روی اجباره، بعد از لحاظ ظاهری فرض کنید که عملای زیبایی روی صورتش، روی دندونش، ما بازیگر توی منطقه جغرافیایی رو داریم می‌بینیم که بازیگرهایی هستن که، یعنی کاملاً یک منطقه بومی رو داریم می‌بینیم، بازیگرهایی حضور دارن که با لهجه‌های مختلف، مثلا گویش فارسی، کرمانی، نمیدونم، اصلا هیچ تطبیقی با اون شاید نداره. به هر حال میتونیم از این اندوخته بزرگی که از بازیگران وجود دارن استفاده بکنیم و اینقدر تاکید روی این تکرارا نداشته باشیم. ما 2 دقیقه شاید زمان داشته باشیم. تابستان همون صبح فیلم سوم آقای کلاری. آره ببینید، شهید میشه فیلم الان توی 2 دقیقه. بذاریم با عزتتون برای فردا شب. من یه نکته ای رو در ادامه فرمایش در واقع آقای طماسبی، ببخشید من جسارت کردم، چون آره چون فیلم فوتورمانه و راجع به این ماجرا میشه صحبت کرد، راجع به این شکل سینما و اینا، که چون به هر حال جزء فیلم‌های متفاوت این سال‌ها بوده. حالا توی در حقیقت چند، حتی میشه گفت چند، توی دهه اخیر کمتر داشتیم تو جشن فوتورمان ساخته شده باشه. بله، به خاطر اینکه چرا من میگم فوتورمان، چون استدلال بخوام بکنم طولانی میشه. نکته ای که در حقیقت احسان عزیز گفت در رابطه با بازیگری، ببین مسئله همینه، ما بعضی وقتا اینقدر میخوایم که بازیگرمون یا در واقع صحنه هامون مفاهیممون رو اجرا کنن که داستان و در واقع سینما از دست میره. راجع به ظاهر هم من همین رو اشاره کردم. ببینید، خب به هر حال این مفهوم خوب بودن، انسان نیک بودن، روابط انسانی داشتن، میدونید خب تو سینما ایران خیلی بابه و اصلا سینمای ما رو در جهان به همین عنوان میشناسن. ما اصلا رو هنرهای نمایشیمون رو با همین میشناسن. هنرهای نمایشی ما رو با فرم که نمیشناسن که، چون ما اصلا از ورود در واقع نمایش سینما که نه، با ورود نمایش با در ایران در واقع اولین نمایشنامه‌ای که نوشته شده راجع به مضمون بوده، راجع به بخل بوده، راجع به حسادت بوده و اینا. من فکر می‌کنم هنوز بخشی از سینمای ما درگیر این مسئله است. و نکته‌ای که احسان میگم اینه، ما داریم میگیم ما چگونه انتخاب بکنیم که بتونیم اونو نمایش بدیم. به این فکر نمی‌کنیم که باید بتوانیم با زبان سینما ارتباط برقرار کنیم. فیلم جواد عزتی تمساح خونی یه خوبی که داشت در شکل اجرا و داستانگویی بسیار به نمونه‌های خارجی خودش هم نزدیکه. که ما مثلا کارهای آقای در واقع مصطفی کیایی، کارگردان آقای مصطفی کیایی دیگه، درست میگم؟ آقای مصطفی کیایی هم مثلا تو این فضاها فیلم داشته. کار مثلا بارکد و اینا. عرضم به خدمت شما که خیلی سعی کرده به نمونه های موفق مثلا کمدی بلاکباسترهای خارجی خیلی نزدیک بشه. بله، و عرضم به خدمت خاطر اینه، نکته ای که احسان میگه تو انتخاب بازی ما به داستانمون اصلا توجه نمی کنیم، به سرگرم کردن مخاطبمون توجه نمی کنیم، بیشتر این که چه بگوییم برامون خیلی خیلی اهمیت بیشتری داره. خیلی ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم، فرصتمون به اتمام رسید. انشالله فردا شب همین حوالی خدمت تماشاگر محترم خواهیم رسید و طلب شما باشه فیلم تابستان همان سال که فردا شب انشالله راجع بهش صحبت بکنیم. ممنونم. فراموش نکنید که در سالن‌ها میتونید برید از گیشه فیلم رو تهیه بکنید، بلیتش رو، و به تماشا بنشینید، چرا که این سینما برای مردمه، این سینما برای ملت. شب بخیر.